محمد علی فردین 15 بهمن سال 1309 در تهران و از خانواده هنردوست در محلی بین خیابان شهباز سابق و خیابان ری به اسم ادیب الممالک کوچه صحت به دنیا آمد. پدرش علی گل فردین کارمند اداره تسلیحات و از بازیگران تئاتر در کنار تقی ظهوری کارهای مولیر را اجرا می کرد. محمد علی در خانواده پدریش دو برادر به نام های عباس و ایرج و یک خواهر داشت. وی فرزند ارشد خانواده محسوب می شد. دوران ابتدایی را در دبستان ترقی در خیابان شهباز و دوره متوسطه را در دبیرستان آذر در خیابان شاه آباد گذراند و موفق به اخذ دیپلم گردید. در سن 18 سالگی راهی سربازی شد و 2 سال در نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی خدمت کرد. فردین در سن 19 سالگی با دوشیزه مهری خمارلو ازدواج کرد. همسرش از آشنایی و ازدواج با فردین چنین میگوید: فردین دوست برادرم بود. با هم ورزش می کردند و موجب آشنایی من و فردین شد. پیشنهاد ازدواج از طریق برادرم مطرح شد. او بسیار سربزیر و محجوب بود. وی با 19 سال سن و من هم 17 ساله در همون سال ازدواج کردیم. او دارای 4 فرزند به نام های سعید، سیاوش، عاطفه و آمنه است. محمد علی فردین هنرپیشه‌ای بود که شهرتش از سینما آغاز نشد، بلکه مدال نقره المپیک کشتی نخستین بار او را بر روی سکوی شهرت برد. بهزاد فراهانی از پیشنهاد بازی در سریال امام علی علیه السلام به زنده یاد فردین گفت: شاید حد زدن این که مرحوم فردین برای چه نقشی کاندیدا شده بود خیلی سخت نیست. اینکه شاخص‌ترین نماد بزرگمردی و جسارت در این سریال کسی بود که نقشش را بعدها داریوش ارجمند بازی کرد. اما کاندیدای اول کارگردان و تهیه کننده سریال برای اون کسی جز فردین نبود. پیشنهادی که سالها پیش و چندین سال قبل از درگذشت این هنرپیشه مطرح شده بود و شاید میتوانست داستان زندگی او را جور دیگری رقم بزند، اما تقدیر یار نبود. در گفتگویی که با بهزاد فراهانی از پیشکسوتان سینما و تئاتر کشور داشتیم، روایتی شنیدیم از پیشنهادی که به این هنرپیشه مطرح برای بازی در یک سریال مذهبی تلویزیونی شد و او نپذیرفت. بهزاد فراهانی بازیگر نقش معاویه، محمد بیکزاده تهیه کننده سریال امام علی علیه السلام و جمیل فردین خواهر زنده یاد فردین کسانی هستند که روایت هایی را در این باره با تماشاگران امروز مطرح می کنند. بهزاد فراهانی می گوید آقای فردین خودشان نخواستند که در فیلم بازی کنند. برای فیلم امام علی علیه السلام با آقای میرباقری دنبالش رفتیم. نور به قبرش ببارد. به نظر من او یک تختی ثانی و آدم بسیار بزرگی بود. ما برای نقش مالک اشتر پیشش رفتیم و آقای فردین نپذیرفتند. او گفت من هنرپیشه هستم که مردم با این عصا و رقصی که دارم دوستم دارند. شما از من میخواهید بیایم مالک اشتر شوم که شمایلی از مولا علی علیه السلام است؟ با این کار من همون فردین سابق رو هم خرابش میکنم. به همین دلیل نمیایم. برای اینکه روایت دقیق تری از این موضوع داشته باشیم با محمد بیکزاده تهیه کننده سریال امام علی علیه السلام همراه می شویم. این تهیه کننده مطرح تلویزیون این مسئله را تایید می کند که فردین اولین انتخاب آنها برای بازی در نقش مالک اشتر بود و به 2 دلیل او کاندیدای این نقش بود: هم به خاطر چهره زیبایش و هم به این دلیل که به مردانگی مشهور بوده است. محمد علی فردین در سن 16 سالگی علی‌رغم مخالفت‌های پدر به شکل حرفه‌ای به ورزش‌هایی چون فوتبال، ژیمناستیک، شنا و هالتر پرداخت و با تغییر پی در پی رشته‌های ورزشی سرانجام از دنیای کشتی سر درآورد. او به باشگاه نیرو و راستی رفت و زیر نظر کیومرث ابوالملوکی به فراگیری فنون کشتی پرداخت. ابوالملوکی در مورد فردین می‌گوید بسیار باهوش بود. فنون کشتی را به راحتی یاد می گرفت و راحت تر از آن اجرا می کرد. بیش از آن که از زور و بازو و قدرت خود استفاده کند، از هوش و ذکاوت خود بهره می برد.
بعدها فردین به باشگاه تهران رفت. در آنجا بود که با غلامرضا تختی آشنا شد. او در این باشگاه زیر نظر حبیب الله بلور به صورت حرفه‌ای کشتی را دنبال کرد. وی اولین بار در مسابقات قهرمانی کشور در رشته آزاد در سال 1332 در اصفهان در وزن ششم مدال برنز گرفت و در سال 1333 در انتخابی تیم ملی در وزن 73 کیلو برگزیده شد و راهی تیم ملی گردید. در دومین دوره مسابقات جهانی در سال 1954 میلادی در توکیو به همراه محمود ملاقاسمی، محمد مهدی یعقوبی، ناصر گیوچی، توفیق جهانبخت، عباس زندی، غلامرضا تختی و احمد وفادار اعضای تیم ملی را تشکیل دادند و در نهایت در این مسابقات تیم ایران دو مدال طلا در وزن‌های 67 و 79 کیلوگرم توسط مرحوم توفیق جهانبخت و عباس زندی به دست آورد. اما در وزن 73 کیلوگرم محمد علی فردین با شکست حریفانی از فیلیپین، سوئد، آرژانتین و ژاپن فینالیست شد. ولی در مبارزه پایانی مغلوب حریف گرجی از شوروی سابق شد و با مدال نقره به کار خود پایان داد. همچنین در سال 1336 در قهرمانی کشور در تهران در یک وزن پایین‌تر در وزن پنجم با شکست همه مدعیانش عنوان قهرمانی را به دست آورد. فردین برای اینکه ثابت کند در رشته فرنگی نیز تبحر دارد در مسابقات قهرمانی کشور در سال 1337 در تهران در وزن ششم بعد از اینکه همه حریفان خود را تا فینال شکست داد در مبارزه نهایی نیز در فینالی تکراری از صدر محمد بهادری گذشت و با کسب عنوان قهرمانی در صدر وزن ششمی ها قرار گرفت. وی به دلیل آسیب دیدگی و پاره نامهربانی ها مجبور شد با دنیای کشتی خداحافظی کند. محمد علی فردین از معدود قهرمانانی است که هم در کشتی آزاد و هم در کشتی فرنگی عنوان قهرمانی ایران را نصیب خود کرد. فردین در سال 1338 نخستین فیلم خود را با عنوان دوقلوها بازی کرد. او در فیلم‌های گنج قارون و سلطان قلب و شهرت و محبوبیت بسیاری به دست آورد. قدرت فردین در بازیگری قابل توصیف نیست. نقش او در فیلم‌هایش همیشه ارتباط مستقیم با مردم دارد. وی در فیلم‌هایش نام‌های عامیانه دارد و خانه و غذایش بسیار ساده است. غالباً فقیر است. در اون مایه طنز در شخصیت او را بیشتر در میان مردم محبوب کرد. وی در فیلم‌های زیادی با ظهوری همبازی بود. فردین علاوه بر بازیگری در زمینه کارگردانی، عشق و انتقام، گرگ‌های گرسنه، سلطان قلب‌ها، قرار بزرگ و غیره، همچنین در زمینه نویسندگی و مشاوره فیلمنامه و تدوینگر نیز فعالیت نمود. محمد علی فردین در سال 1361 آخرین فیلمش با عنوان برزخی‌ها را بازی کرد و از آن به بعد اجازه بازیگری را از او گرفتند. با این وجود او حاضر به ترک کشور نشد. فردین در دوره اوج موجب به وجود آمدن یک سبک به نام سبک فردینی شد که طرفداران بسیاری داشت. فردین شخصی نیکوکار بود. او کلیه هزینه کفن و دفن غلامرضا تختی را تقبل کرد و در دوره دستمزد بازیگریش را برای تهیه جهیزیه به یک دختر داد. همچنین وی هزینه ساخت 18 مدرسه را تقبل کرد که این گونه نیکوکاری ها پس از درگذشت او مطرح و شناخته شد. سرانجام محمد علی فردین در فروردین ماه سال 1379 چشم از جهان فرو بست و در میان سیل هنرمندان و هنردوستان و با یک تشییع جنازه بی سابقه در قطعه هنرمندان بهش صحرای تهران به خاک سپرده شد. اما بیشک فردین در دل ملت ایران تا سالها زنده خواهد ماند. روحش شاد و یادش گرامی باد. عروس محمد علی فردین به تازگی در گفتگویی نکات جالب و کمتر شنیده شده ای را درباره پدر شوهرش بیان کرده است. وی درباره بهترین خاطره از پدر شوهرش اظهار داشت: بهترین خاطره ای که از پدر همسرم به یاد دارم مربوط به روزی است که به سینما جمهوری که آن زمان برای آقای فردین بود رفتم. یک نقاشی سیاه قلم از چهره او در دفترشان بود. تا چشمم به این تابلو افتاد به آقای فردین گفتم این تابلوی سیاه قلم بی نظیر است. از من پرسید از تابلو خوشت آمده؟ گفتم خیلی زیاد. به خانه برگشتم و دو ساعت بعد پدر همسرم آن تابلوی بزرگ را با وانت برایم فرستاد.
خانم عین‌الدین عروس محمد علی فردین درباره درگذشت پدر شوهرش میگوید: شب قبل از فوت آقای فردین شام مهمان خانه ایشان بودیم. همه چیز مثل همیشه بود و فقط به نسبت روزهای قبل کمتر صحبت میکرد. فردای آن روز حدود ساعت 4 بعد از ظهر بچه‌ها رو با سیاوش پارک برده بودیم که برادر همسرم به سیاوش زنگ زد و خیلی ناگهانی اعلام کرد که پدر فوت شده. سیاوش شوکه شد و به منزلشان رفتیم. وی ادامه داد: مادر شوهرم تعریف کرد که از ظهر همان روز احساس درد داشت و فکر میکرد یک معده درد ساده است. البته حال عمومیش خوب بوده و فقط دردی خفیف در قفسه سینه احساس میکرد. اورژانس میآید و تشخیص میدهد که ممکن است از قلبش باشد، تا اینکه یک قرص نیتروگلیسرین میخورد و میخوابد. مادر همسرم مدام به او سر می زده و حالش مساعد بوده، تا اینکه برای خوردن قهوه صدایش می کند و متوجه می شود که بسیار آرام و بی سر و صدا فوت کرده است. عروس فردین نکته جالبی را هم درباره پیشنهاد بازی در فیلم جهان پهلوان تختی که علی حاتمی بنا بود آن را بسازد و در نهایت افخمی آن را کارگردانی کرد بیان نمود. وی گفت: وقتی به آقای فردین پیشنهاد ایفای نقش تختی را دادند، او گفت به جای تختی بازی نمی کنم، ولی به شرط این پیشنهاد را قبول می کنم که کارگردان این فیلم خودم باشم.